به هارت تاک خوش آمدید. من ستیون ساکر هستم. درست همین چند روز پیش به نظر می رسید که مجادله اسرائیل و فلسطین در آستانه تغییری اساسی است. به نظر می آمد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قصد داره بخش عمده از کرانی باختری اشغالی رو زمینه اسرائیل بکنه. فلسطینی ها و بسیاری از کشورهای فراسوی منطقه درباره پیامدهای هولناک این اقدام هشدار دادند. اما این کار هنوز انجام نشده. مهمان من در این برنامه دنی دانن سفیر اسرائیل در سازمان ملل است که مأموریتش در شرف اتمام است آیا آقای نتانیاهو در برابر محکومیت جامعه جهانی کوتاه آمده آقای سفیر دانی دانون در نیویورک به هارتاک خوش آمدید خیلی ممنونم من برای دعوت شما از من. حضورتون در این برنامه موجب خوشحالیه. بذارید صحبت رو با این موضوع شروع کنیم که به نظر میرسه در رأس دولت شما در اسرائیل یه نوع سردرگمی واقعی وجود داره. دنیا تصور میکرد که دولت نتانیاهو به طور رسمی الحاق بخشی از کرانه باختری اشغالی به اسرائیل رو اعلام بکنه. چند روز پیش انتظار می رفت این اتفاق بیفته و چنین چیزی نشد. چرا؟ So در این مورد به تفصیل صحبت خواهیم کرد. اما من این کار الحاق نمیدونم، بلکه اونو اعمال حق حاکمیت اسرائیل در مناطق یهودا و شمرون میدونم و نه کرانه که کنید ولی کمی بعد به این موضوع میپردازیم. در مورد سوال شما باید بگم اگه متن موافقت نامه میان احزاب ائتلاف ما رو بخونین میبینین که اونا توافق کرده بودن که صحبت در این زمینه در اول ماه ژوئیه آغاز بشه. این حالا که در اوایل ماه جویی هستیم دولت میتونه این بحث رو شروع کنه هیچ تصمیمی گرفته نشده بود که اول ماه جویی چیزی اعلام بشه تنها چیزی که در توافق ذکر شده بود این بود که هیچ صحبتی در این مورد تا پیش از اول جویی مطرح نشه Well, uh, خب با این حال اسرائیلی های بسیاری هستند که قطعا به نظر میرسه سردرگم شدن یک نظرسنجی که به تازگی از طرف مؤسسه دموکراسی اسرائیل منتشر شده نشون میده که 55 درصد اسرائیلی ها دیگه باور ندارند که الحاق عراضی صورت بگیره و روشنه که نخست وزیر به اصطلاح نوبتی بنیگانس از حزب آبی و سفید گفته که او اعتقاد نداره که الحاق صورت بگیره و یا اینکه باید صورت بگیره بنابراین میبینید که سردرگمی وجود داره من دوباره حرف شما رو می میکنم وقتی قرار باشه که شما حق حاکمیت خودتون رو اعمال کنین نمیتونین چیزی رو که به خودتون تعلق داره به جای ملحق کنین شما وقتی چیزی رو ملحق میکنین اون چیز باید در یک قلمرو خارجی باشه با این حساب من نمیدونم که در این مورد ما داریم از چه کسی چیزی رو ملحق میکنیم ما در سال 1967 این کار رو در اورشلیم انجام دادیم و حق حاکمیت خودمون در اورشلیم رو اعمال کردیم در سال 1981 حاکمیت خودمون رو در بلندی های جولان اعمال کردیم و حالا هم داریم در این مورد صحبت میکنیم هنوز تصمیمی گرفته نشده که حق حاکمیتمون رو در بخش های از یهودا و شمرون اعمال کنیم اما در پاسخ سوال شما باید بگم که ما یک حکومت مردم سالار قوی هستیم یکی از قوی ترین دموکراسی های جهان رو داریم ما مجلس داریم دولت داریم و در نهایت تصمیم رو دولت اسرائیل خواهد گرفت دولتی که منتخب مردمه چه خوشمون بیاد چه نه ما الان به شما یادآوری کنم که در سال 2005 دقیقاً 15 سال پیش وقتی دولت تصمیم گرفت که از غزه خارج بشه و جوامع یهودی رو حفظ کنه بسیاری از اسرائیلی ها از این تصمیم ناراضی بودند اما زمانی که دولت تصمیمی بگیره ما رو اجرا میکنیم دموکراسی یعنی این پیام آقای نتانیاهو در طول انتخابات این بود که اگر نخست وزیر بشه به این قول جامعه عمل میپوشونه که من این کلمه رو یه بار دیگه به کار میبرم و بعد اگر خواستید میتونم در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیتش صحبت بکنیم اما به هر حال او قول داد که تا اونجا که به جامعه جهانی مربوط میشه سی درصد از قلمرو کرانه باختری و تقریبا همه شهرک های یهودی نشین رو زمینی اسرائیل بکنه لب به کلام اینه که حالا دیگه معلوم نیست که چنین اتفاقی بیفته او چشم کرده I don't agree with that. It is a unity government but in, in the coalition in half این دولت دولت اتحاده اما در توافق اطلاف در مورد این موضوع نخست وزیر به تایید آقای بنیگانس و حزبش نیاز نداره برخلاف همه موضوعات دیگه در دولت اتحاد که ما ناگزیریم درباره هر تصمیمی هر موضوعی در دستور کار دولت به توافق برسیم در این مورد به خصوص نخست وزیر میتونه موضوع رو به دولت عنوان کنه من با شما موافقم لازمه که اکثریتی فراهم بشه تا ای در دولت به تصویب برسه اما باید این رو هم به خاطر داشت که نخست وزیر بارها گفت که ما این موضوع رو با آمریکا هماهنگ خواهیم کرد چون همه این بحث ها از طرح صلح شروع شد که ترامپ ارائه کرد و ما آماده بودیم در مورد اون طرح مذاکره کنیم و اونو به اجرا بذاریم بنابراین هر تصمیمی که گرفته بشه با متحدان ما در واشنگتن هماهنگ خواهد شد. ما کمی بعد راجب به متحدان شما در واشنگتن مفصل صحبت خواهیم کرد اما حالا بذارید به نکته که راجب به مشروعیت و قانون گفتید بپردازیم. شما میگید کلمه الحاق رو نمیپذیرید چون نمیشه چیزی رو که به خودتون تعلق داره به جای ملحق کنید. جناب سفیر آیا شما قانون بین المللی رو قبول دارید؟ قطعا و من برای همکارانم در شورای امنیت در مورد حقوق ما نسبت به این سرزمین توضیح دادم با عرض آقای سفیر این تصور که اون سرزمین یعنی کنانه باختری اشغالی به شما تعلق داره هیچ انتباقی با قانون بین الملل بر مبنای تعاریف حقوقدانهای مستقل دنیا نداره و شما هم اینو میدونید من با شما موافق نیستم و براتون توضیح میدم چرا اما پیش از اون که راجع به مسائل حقوقی صحبت کنیم بذارین از حقوقی که ما بر اساس کتاب مقدس نسبت به اون سرزمین داریم حرف بزنیم میدونین که سب کنید صبر کنید سب کنید ما داریم راجع به قانون بین الملل صحبت میکنیم چرا شما بحث کتاب مقدس یا تاریخ نیاکانی رو پیش میکشید این موضوع هیچ ربطی به کتاب مقدس یا تاریخ نیاکانی نداره بحث بحث قانون بین الملل و بر اساس اون قانون این تصور شما که این منطقه مورد مناقشه که در جنگ سال به از اسرائیل در اومد به شما تعلق داره نقض کامل قانون بین الملل و میساقهای جهانی محسوب میشه باید اجازه بدین من نقطه مورد نظرم رو توضیح بدم به قانون بین الملل هم میپردازیم اما ما بر اساس کتاب مقدس حقوقی نسبت به این سرزمین داریم شما چه مسیحی باشین چه مسلمان چه یهودی کتاب مقدس رو میخونین داستان های کتاب مقدس رو میدونین همه چیز در اونجا گفته شده جناب سفیر آیا کتاب مقدس یه یعنی سند حقوقیه اون سند ما برای مالکیت اون سرزمینه این هیچ ربطی به قانون نداره آقای سفیر این در کتاب مقدسه ما نسبت به اون سرزمین حقوق تاریخی داریم کمی تا بعد به قانون بین الملل هم ما در اون سرزمین همین از حقوق تاریخی برخورداریم شما باید کتاب های تاریخ رو بخونید میتونیم به روم بریم و تاق تیتوس رو ببینیم تا به شواهدی برای پیوند ما با این سرزمین پی ببریم حالا به قانون بین الملل میپردازیم میخوام برگردم به سال 1917 به بیانیه بالفور در مورد ایجاد سرزمین نیاکانی برای دولت یهودی در فلسطین سپس از 1917 به 1920 میریم زمانی که کنفرانس سان رمو برگزار شد باز هم موضوع سرزمین یهودی برای مردم یهود مطرح شد و بعد وقتی شما منشور خود سازمان ملل را مطالعه که مشخصا میگه که با هر توافق پیشین سازگاره بنابراین توافق کنفرانس سان ریمو را اساسا پذیرفت از این رو مسلما ما نسبت به اون سرزمین حقوق قانونی داریم به وضوح آقای سفیر هیچ ذهنیت حقوقی مستقلی در دنیا نیست که این استدلال رو در هیچ دادگاه قانونی قابل طرح بدونه اما من اینو درک میکنم که موضوع شما تغییر نخواهد کرد فقط میخوام اینو بدونم که آیا شما خودتون رو سفیری میدونید که نماینده نتانیاهو و حزب لیکود و جنبش استقرار یهودی هاست و یا واقعا خودتون رو نماینده ملت اسرائیل میدونید کدومش درسته the من دارم یه دوره پنج سالی پرفشار رو در مقامی که داشته هم به پایان برم و میتونم شهادت بدم که وظیفه پرچالشی رو به عهده داشتم و من نه فقط نماینده مردم اسرائیل بلکه نماینده یهودیان در سازمان ملل هستم من در واقع پرسیدم که آیا احساس میکنید که آقای نتانیاهو و حزب لیکود و جنبش ایدئولوژیکی استقرار رو نمایندگی کردید چون به نظر میرسه که شما بیشتر نماینده اینها بودید و نماینده کل ملت اسرائیل نبودید چون شما بهتر از من میدونید من جمله از خودتون رو نقل میکنم که سه نخست وزیر پیشین اسرائیل دو رئیس ستاد وزارت دفاع اسرائیل که اتفاقا نخست وزیر کشور هم بودند و نیز وزرای دادگستری و خارجه همگی به این نتیجه رسیدند و گفتند و دقیقا از همین واژه استفاده کردند که الحاق کاملا برخلاف منافع اسرائیل و اشتباهه من مایلم بعضی اصول اولیه رو به شما یادآوری کنم ما در کشور اسرائیل یک حکومت مردم سالار داریم من نماینده دولت منتخب هستم و در پنج سال گذشته نخست فزیر دولت آقای بنیامین نتانیاهو بوده که مردم اسرائیل او را دوباره و دوباره انتخاب کردند مردمی که دارای همون ایده هستند که من در سازمان ملل نمایندگی کردم شاید شما از این ایده ها خوشتون نیاد شاید بعضی از اسرائیلی این ایده‌ها رو دوست نداشته باشن اما دموکراسی همینه اگه اونا از سیاست دولت راضی نبودن به دولت دیگه ای رای میدادند ولی اینطور نشد نخست وزیر نتانیاهو دوباره انتخاب شد تا کشور رو مدیریت کنه و اون رو بر اساس ایدئولوژی ما رهبری کنه اما آقای سفیر شما کسی هستید که همین حالا به من گفتید باید برای تاریخ احترام قائل بشم و گذشته رو خوب بشناسم ما در گذشته نزدیک سه نخست وزیر پیشین اسرائیل داشتیم که گفتند این کار کاملا اشتباه دست کم دو نفرشون تا اونجایی که من میدونم چون این رو شخصا به خود من گفتند واژه آپارتاید رو به کار بردند و گفتند در صورتی که اسرائیل طرح الحاق رو پیش ببره مستاق اون خواهد بود زی که مطمئن هستم شما اون رو خوب میشناسید و ما بارها در هارتوک باش گفتگو کردیم اخیرا گفت که الحاق این جمله خود اوست اساسا ماهیت اسرائیل رو به عنوان یک کشور یهودی دموکراتیک به خطر می اندازه آیا هیچ کدوم از این افراد و سخنان اونها شما رو به درنگ و تعمل وا نمی داره به هیچ وجه من از اونا میپرسم که اگه شما در چنین جایگاه های بودین و نخست وزیر یا وزیر امور خارجه بودین چرا هیچ توافقی رو با فلسطینی ها به امضا نرسوندین چرا در طول 72 سال گذشته ما نتونستیم در عمل هیچ بده با فلسطینیا داشته باشیم چون اونا به هر چیزی نگفتند ما چه زمانی که نخست وزیری داشتیم که حاضر به مذاکره بود چه زمانی که اسحاق رابین یا اهود باراک یا اولمرت و زیپی لیونی در قدرت بودند اونا همواره مذاکره رو رد کردند و این همون اتفاقی که امروز رخ میده اونا نگفتن رو به واقع بینی ترجیح دادن بدبختانه وقتی امروز به وضعیت فلسطینی ها در غزه یا در یهودا و شمرون نگاه میکنیم میفهمیم که اونا رهبری ندارن به نظر میرسه که شما این چند سال گذشته رو که نتانیاهو آب پاکی رو روی دست همه ریخته و گفته که به هیچ وجه راه حل دو کشور رو نمیپذیره به کلی نادیده میگیرید در حالی که این راه حل پایه و اساس روند صلح اسلو بود شما هم مثل من این رو به خوبی میدونید نخست وزیر نتانیاهو خیلی روشن اینو گفت که حاضر در هر زمینه مذاکره کنه نه, نه 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 اگه اجازه بدید باید بگم که او کاملا واضح گفت این راه حل رو رد میکنه و هنوز هم که هنوز هر نوع راه حل جدی مبنی بر وجود دو کشور را رد میکنه. نه، بس بر سر تفاوت میان تعیین نتیجه مذاکرات پیش از ورود به جریان مذاکراته. این راه رسم انجام مذاکره نیست. نخست وزیر نتانیاهو خواهان این هست که وارد مذاکره بشه. البته شاید دستور کار او با دستور کار رهبر فلسطینی ها فرق داشته باشه. بله این درسته اما برای همین که افراد پشت میز مذاکره میشینن. من در سازمان ملل به سراغ پرزیدنت محمود عباس رفتم و از او پرسیدم که چرا شما مدام به نیویورک میایید چرا نمیایین در رام یا اورشلیم بنشینین با نخست وزیر نتانیاهو گفتگو کنین چرا به سازمان ملل شورای امنیت و مجمع عمومی میایین از این دیدارها چیزی آید شما نمیشه و بختانه حتی امروز هم که ایده های تازه از جانب واشنگتن مطرح شده حاضر نیستند بنشینند و با ما مذاکره کنند بسیار خوب شما به ایده های تازه واشنگتن اشاره کردید بیایید در همین زمینه کمی به تفصیل صحبت بکنیم آیا این درسته که فرصتی که برای شما و آقای نتانیاهو برای کامل کردن این الحاق لا اقل من بهش میگم الحاق داره از دست میره در ترامپ در ماه نوامبر با موضوع انتخابات ریاست جمهوری رو و شما فقط چهار ماه فرصت دارید و نظر سنجی ها نشون میدن که ترامپ برای پیروزی مجدد در انتخابات کار دشواری در پیش داره جو بایدن همین حالا گفته جمله رو نقل میکنم از او که من از الحاق پشتیبانی نمی کنم بلکه من روند تخریب صلح رو که دانالد ترامپ پدید آورده مکوس خواهم کرد پس فرصتی که برای شما ایجاد شده داره از دست میره so ما برای هر دولتی احترام قائل هستیم من با دولت پیشین کار کردم و با دولت فعلی هم کار کردم دست آخر دولت اسرائیل درباره آینده اسرائیل تصمیم گیری خواهد کرد اما آقای سفیر شما پنج سال رو در نیویورک و واشنگتن گذراندید شما به اهمیت بنیادین رابطه اسرائیل و آمریکا واقف هستید میدونید که اگه جو بایدن در انتخابات برنده بشه فاتحه این سیاست آقای نتانیاهو خونده است This policy of Mr. میدونین من در مورد انتقال سفارت هم همین چیز را شنیدم یعنی در سال 2018 که آمریکا تصمیم گرفت سفارتش را از تلاویف به اورشلیم منتقل کنه در مورد به رسمیت شناختن حق حاکمیت ما بر بلندی‌های جولان هم همینطور بود ما سیاست های خودمون رو بر پایه نتایج انتخابات در کشورهای دیگه تعیین نمی‌کنیم دست آخر هم این که ما برای متحدامون احترام باییم به دوستانمون احترام می‌ذاریم. ولی در خصوص اونچه که برای آیندهمون مهم و حساس باشه خودمون تصمیم میگیریم در مورد آمریکایی های یهودی چی میگید؟ بخشی از وظایف شما و دیپلمات های دیگه در سازمان ملل اینه که اطمینان حاصل کنید که راه های ارتباطتون با جامعه یهودیان آمریکا که اهمیت زیادی هم داره باز و همواره در اینجا جمعه رو از خاخام رابی اریکیوفی نقل می کنم که رئیس اتحادیه اصلاح یهودیت بوده و این نهاد حدود یکنیم میلیون یهودی آمریکایی رو نمایندگی میکنه و گفته یهودی های آمریکایی در مورد موضوع الحاق به شدت ناخشنودند حماقت بی که در این اقدام الحاق نهفته یهودی های آمریکایی رو بهت زده و حراسان کرده بماند که تا چه حد باعث سردرگمی و آشفتگی و مهمتر از همه خشم اونها شده آیا این برای شما اهمیت داره استیون من میتونم برای شما جمله هایی را از قول رهبران یهودی در آمریکا بریتانیا و نقاط دیگه جهان بگم که همگی در تایید و حمایت از اعمال حق حاکمیت ماست اونها حتی نخست وزیر نتانیاهو رو تشویق میکنن که تصمیم های جسورانه بگیره همونطور که در گذشته نخست وزیرهای پیشین لوی اشکل و بگین چنیه. کردن بله ما حرفای اونا رو میشنویم باشون صحبت می ما با هم مثل اعضای یک خونواده هستیم اما در نهایت دولت اسرائیل باید در این مورد تصمیم بگیره اونا باید روابطی رو که ما با آمریکا با بریتانیا با اتحادیه اروپا با کشورهای عرب همسایه داریم در نظر بگیرن من با بسیاری از رهبران عرب در سراسر دنیا گفتگو میکنم ما حرفای اونا رو میشنویم ما باید همه جنبه ها رو در نظر بگیریم و بعد تصمیم بگیریم آقای سفیر مشخصه که اگه شما حتی به این فکر میکنید که موضوع الحاق باید سر میز مذاکره مطرح بشه برای هیچ یک از این نظرات و گویندگان اونها اهمیتی قائل نبوده و نیستید معلومه که گوش شنوایی برای حرفای اونا ندارید برای نمونه ببینید که اصلا طرح موضوع الحاق با چه موجی از محکومیت روبرو شده من براتون از بوریس جانسون نقل میکنم که گفته این پیش پیشنهادها امنیت مرزهای اسرائیل رو تامین نمیکنه و در تضاد با منافع بلند مدت اسرائیل و بعد از کشورهای اروپایی از جمله از متحدان نزدیک شما در آلمان میگم که به روشنی اعلام کردند که اگر شما این طرح رو اجرا کنید اونها در واکنش دست به اقداماتی جدی خواهند زد چون معتقدند این کار کاملا اشتباهه دبیر کل سازمان ملل هم همینطور از کشورهای منطقه و اعضای اتحادیه عرب و دولت‌های اردن و مصر که دیگه نگو و نپرس اونا گفتند که این اقدام پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت گوش شما بدهکار هیچ صداها نیست. اول از همه به شما و به همین رهبران سرشناسی که نام بردین توصیم کنم که صبور باشین و منتظر بمونین تا تصمیم گرفته بشه شما چطور میتونین از تصمیم میخورده بگیرین وقتی هنوز نمیدونیم که چه هست و چه ماهیتی داره برای مثال بلندی های جولان رو در نظر بگیرید در 1981 وقتی نخست وزیر مناخیم بگین حاکمیت اسرائیل رو بر بلندی های جولان اعلام کرد آمریکا با این تصمیم مخالفت کرد پرزیدنت ریگان عملا اسرائیل رو تنبیه کرد و از امضای یک توافق مهم که در اون زمان داشتیم سر باز زد اما ما بر تصمیم خودمون ایستادیم و امروز بلندی های جلان مثل یه سپر بسیار مهمه که میان ما و تندروهایی قرار گرفته که امروز در سوریه دارن زمام امور رو در دست میگیرن. آقای سفیر من فقط مایلم نظر شما رو بدونم با توجه به اینکه در شرف کنارگیری هستید و حدود پنج سال در این مقام در مقر سازمان ملل در نیویورک بودید آیا این چشمانداز انزوایی که در انتظار اسرائیل خواهد بود چنانچه آقای نیتانیاهو به قولش عمل کنه برای شما اهمیتی نداره هرچی باشه شما یه دیپلمات هستید آیا واقعا براتون هیچ اهمیتی نداره آیا متوجه نیستید که در این موقعیت اسرائیل با خطری جدی روبروست برای من مهمه امروز هیچ انزوای وجود نداره ما با بیش از 160 کشور دنیا رابطه دیپلماتیک داریم با بسیاری از کشورهای عرب در منطقه همکاری میکنیم اما فکر نمی کنم که استفاده از راهبرد تهدیدها بر تصمیم گیران ما تأثیری داشته باشه و این چیزی که من به همکاران میگم ما رو تهدید نکنیم به ما نگین که اگه این کارو بکنیم ما هم بهمان بیسار آیا این فقط به این دلیل که اسرائیل در حال حاضر در دست افرادگیره هاست آیا به این دلیل که اظهارات جامعه جهانی در اورشلیم برد چندانی نداره چون واقعیت اینه که دولت الان مسیر افراطی در پیش گرفته به هیچ وجه اینطور نیست. بازم میگم باید واقعیت ها رو دید. وقتی شما امروز ائتلاف رو نگاه میکنید میبینید که حزب راستگرا در مجلس ما بخشی از دولت نیست، بلکه اونا در اپوزیسیون هستند. در واقع دو تاشون در اپوزیسیون هستند. ما یه دولت اتحاد داریم. بنابراین نمیتونیم این دولت رو دولتی افراط گرا بدونید. این با واقعیت منطبق نیست. اما اسرائیلی ها نخست وزیر و همکاران من در دولت رو انتخاب کردند تا ایده ها و افکار اونا رو نمایندگی کنند. دولت مشروعیت داره. بیاید بستر مسائل رو بررسی کنیم به منم در این هفته شما در یک روز شاهد افزایش هزار مورد ابتلا به کووید بودید اقتصادتون دچار مشکل جدی گفته شده که میزان بیکاری 18 درصده اما همچنین گفته شده که اگه شما این رو که امروز دربارهش صحبت کردیم رو به اجرا بذارید تحریم هایی در اروپا و شاید جاهای دیگه علیه اسرائیل وضع میشه تحریم هایی از نوع تجاری و چیزهایی که ممکنه به صنعت گردشگری و اقتصاد شما آسیب برسونه آیا الان اسرائیل اونقدر قدرتمند هست که بتونه در برابر این نوع انزوای اقتصادی بیاری تاب بیاره و بیسته. فکر میکنم صحبت راجع به زمان انجام کار یک امر معقول و منطقیه همیشه این بحث مطرحه که آیا زمان انجام کاری مناسب هست یا نیست اما اجازه بدین که دوباره حرف تهدیدها و تحریم ها و بایکوت ها رو به میون نیاریم این حرفا با دیپلماسی سازگار نیست و ما حتی دوستان و متحدانی داریم و انتظار نداریم که اونا ما رو تهدید کنند و علیهمون تحریم وضع کنند بله ما امروز با کووید 19 مشکل عمده داریم متاسفانه به نظر میرسه که موج دومی در راهه ما با موج اول همه گیری خیلی خوب مقابله کردیم اما امروز باید دوباره تلاش را از سر بگیریم و محدودیت های بیشتری وضع کنیم و از اسرائیل ها بخوایم که دستور عمل ها و راهنمای ها رو دنبال کنن تا بر این موج هم غلبه کنیم <applause> یک اشاره کوتاه باز هم در مورد زمینه اوزا همین چند روز پیش گفتید از نظر شما مهمترین رسالتتون در طول پنج سال فعالیت این بوده که نگذاشتید دولت ایران به مروج بی ثباتی تبدیل بشه به عبارت دیگه ایران در صدر و کانون کارزار دیپلماتیک شما قرار داشته و تلاش های شما معطوف به این بوده که توافق ای که پرزیدنت اوباما و قدرت های دیگه با ایران امضا کرده بودند رو بی اثر و بی کنید شما به این هدفتون رسیدید اما ما حالا شاهده بیثباتی بیشتر هستیم برای مثال همین چند روز پیش در سایت هسته نتنز در ایران بمبی منفجر شده بعضی منابع تلویحا گفتند که کار اسرائیل بوده آیا اینطوره انتظار نداریم که من به این سال جواب بدم اما اینو میگم که هر جا در منطقه بیثباتی باشه رد پای ایرانی ها دیده میشه No, I'm talking about the I'm talking about the... اما من راجع به رد پای ماموران اسرائیل صحبت میکنم و یا عواملی که برای اسرائیل کار میکنند آیا شما در داخل نیروگاه نتنز دست به حمله زدید بازم میگم که شما نباید انتظار داشته باشین که من در این مورد اظهار نظر کنم اما اینو میگم که سیاست ما در مورد توانمندی های هستی بسیار روشنه ما اجازه نمیدیم که ایرانی ها به مرحله برسن که بتونن عملا اسرائیل، اروپا، آمریکا و همه دنیا رو تهدید کنن ببینید که اونا امروز با همین توانمندی های محدودی که دارن چه کار میکنن بعد تصور کن که اگر خدای نکرده در آینده به توانمندی هستی دست پیدا کنند چه خواهند کرد و ظرف چند هفته اما طور حتم نکته اینجاست که شما و دولت شما به شدت اعمال نفوذ کردید تا تو به توافق هستی پایان بدید توافقی که برنامه هسته ایران رو به خوبی مهار کرده بود من یاد اون ضرب المثل میافتم که میگه مواظب باش که چی آرزو میکنی شاید نصیبت بشه ما هم در گذشته و هم حالا مخالف این توافق بوده و هستیم این توافق کاستی های فراوانی داره و امروز بعضی از کشورهای اروپایی به این کاستی ها معترفند شما باید گزارش سازمان ملل رو در مورد این توافق ببینین و بخونین. این گزارش ما نیست، گزارش سازمان ملله. و به نظر من ظرف چند هفته آینده شورای امنیت تصمیم خواهد گرفت که آیا تحریم تسلیحاتی ایران ادامه پیدا کنه و یا به اونا اجازه داده بشه که به سراسر خاورمیانه سلاح صادر کنند که در اون صورت وضعیت خطرناکی پیش خواهد اومد و من امیدوارم که شورای امنیت همچنان این تحریم مهم تسلیحاتی رو ادامه بده. و with this آقای سفیر در طول دوره پنج ساله شما در این منصب شاهد این بودید که سکان سیاست آمریکا به سمت سوی دنت ترامپ چرخید او در این مدت در کاخ سفید بوده و به گفته او و همینطور به گفته شما دوست بسیار نزدیک برای اسرائیل بوده شما این آخر گفتید که تا وقتی که ما از حمایت آمریکا و حمایت شورای امنیت سازمان ملل برخورداریم میتونیم آسوده خاطر باشیم اما من به شما میگم که قدرت و نفوذ آمریکا در دنیا شاید رو به کاهش گذاشته و رئیس جمهوری بعدی آمریکا شاید خیلی کمتر از دونالد ترامپ مشتاق باشه که وفادارانه از شما حمایت کنه شاید و فقط شاید شما یکم بیش از حد خوش خیال هستید من فکر میکنم که امروز کشور اسرائیل از حمایت هر دو حزب در آمریکا برخورداره وقتی شما امروز کنگره رو نگاه کنین این موضوع رو می بینین. بله بعضی تون را هستند که خواستار تحریم اسرائیل هستند. اما اکثریت و رهبران حزب ها در کنار اسرائیل هستند اونا اهمیت پیوند با یگان دموکراسی خاورمیانه رو درک می من وارد بحث سیاست آمریکا نمیشم اما صرف نظر از اینکه نتیجه انتخابات چی باشه ما در سازمان ملل در شورای امنیت از پشتیبانی برخورداریم و من در این مورد تردیدی ندارم آقای سفیر دنی بسیار سپاسگزارم که از نیویورک من رو همراهی کردید خیلی ممنونم از شما امیدوارم دفعه بعد روبروی هم بشینیم و مصاحبه رو در استودیو شما انجام بدیم ممنونم ستیون